اگر بار گران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. غیر از اون چه مردم میخواستن، طبیعت و واقعیات هم بر ما خیلی چیزا رو تحمیل کرد. اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن ماه سال 58 برگزار شد، کمی بعد از استعفای مهدی بازرگان از ریاست دولت موقت. تعداد نامزدهای آن انتخابات 126 نفر بود که با انصراف و کنار رفتن برخی نامزدها در نهایت به 96 نفر رسید. در آن زمان هاشمی رفسنجانی که سرپرست وزارت کشور بود اعلام کرد که این وزارتخانه پیشنهاد کرده هر نامزد 100 امضا از شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها را داشته باشد، اما شورای انقلاب این طرح را رد کرد. شورای انقلاب اعلام کرد که امام خمینی باید فهرست نامزدهای دارای صلاحیت را تایید کنند، اما ایشان اعلام کردند که به دلیل نبود وقت تایید صلاحیت نامزدها را به مردم واگذار می‌کند. در آن انتخابات ابوالحسن بنی صدر توانست با کسب 70% آرا، یعنی بیش از 10,700,000 رأی پیروز شود. بنی صدر که با حزب جمهوری اسلامی زاویه‌هایی داشت و با نهضت آزادی همسر سازگاری نداشت، به محض ورود به انتخابات توانست حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را جلب کند، اما دیری نپایید که این تشکیلات نظرش به سمت احمد مدنی رفت. مدنی یکی از اعضای بلندپایه جبهه ملی بود و در دولت موقت هم وزیر دفاع بود. مدنی نفر دوم شد و توانست نزدیک به 16% آرا را کسب کند. این سوال رو باید جواب بدیم که آیا می‌خواهیم که از زیر بار سلطه اقتصادی امپریالیسم به در بیاییم یا نه؟ یکی دیگر از نامزدها حسن حبیبی بود. او اگرچه با کسب اندکی بیش از 3% آرا نفر سوم شد، اما حضورش از این جهت مهم بود که مهمترین حزب آن روزها، یعنی حزب جمهوری اسلامی، رسما با حبیبی پا به عرصه انتخابات گذاشته بود و همه جانبه این روحیه کارهایی انجام گرفته که با خواست مردم سازگار نبوده است. بدون تردید اگر نیازهای مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم آذربایجان. داریوش فروهر با پیشینه عضویت در جبهه ملی در این انتخابات از حزب ملت ایران نامزد و نفر چهارم شد. صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت هم که مستقل آمده بود نفر پنجم، و کاظم سامی وزیر مستعفی بهداشت دولت موقت که از حزب جاما نامزد شده بود نفر ششم شد. در نهایت صادق قطبزاده که پیشتر وزیر امور خارجه و بعدتر رئیس سازمان صدا و سیما شده بود نفر هفتم شد. یک ماه بعد از اولین انتخابات ریاست جمهوری، اولین انتخابات مجلس بعد از انقلاب برگزار و در نهایت مجلسی تشکیل شد که از نظر تکثر سیاسی تا امروز نظیرش مشاهده نشده. مسئولیت 6 انتخابات رو به عهده گرفت که از ماه‌های اول انقلاب انتخابات شروع شد. ریاست سنی مجلس اول با یدالله صحابی و نایب رئیس اول او مهدی بازرگان. هاشمی رفسنجانی در آن مجلس بر کرسی ریاست تکیه زد و سید علی اکبر پرورش و سید محمد موسوی خوئینی ها، حبیب الله عسکرالهادی، محمد یزدی و سید محمد خامنه ای نایب رئیسان مجلس شدند. نکته جالب این است که آن انتخابات لیست محور بود و حتی احزاب با یکدیگر ائتلاف هم می‌کردند. فهرست ائتلاف بزرگ متشکل از جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر در تهران لیستی 30 نفره ارائه دادند. نهضت آزادی هم با لیستی 18 نفره با نام همنام پا به میدان رقابت گذاشته. نزدیکان بنی صدر هم لیست خود را داشتند و سازمان مجاهدین خلق هم با لیست کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه وارد انتخابات شده بودند. جبهه ملی هم لیستی 11 نفره داشت. کاظم سامی هم همراه با تعدادی از نزدیکانش از حزب جاما لیست داده بودند و جنبش مسلمانان مبارز هم لیستی 11 نفره داشتند که 5 نفر از آنها با جاما و 4 نفر هم با لیست مجاهدین خلق مشترک بودن. حزب توده هم لیست داده بود و با نفراتی چون نوردین کیانوری، مریم فیروز، احسان تبری، محمد علی عمویی، سیاوش کسرایی و منوچهر بهزادی به صحنه آمد. این حزب از برخی نامزدهای دیگر لیست ها هم حمایت کرد، از افرادی چون حسن حبیبی، محمد جواد حجتی کرمانی، محمد موسوی خوئینی ها، مسعود رجوی، کاظم سامی، عزت الله صحابی و اعظم طالقانی. با عزل بنی صدر در سال 60، حالا دیگر حزب جمهوری اسلامی قدرت بیشتری نسبت
نسبت به قبل به دست آورده. در این مقطع احزاب و گروه‌های متعدد کمرنگ و از دایره قدرت توسط سایرین خارج شدند و دو جناح راست و چپ به نقش‌آفرینان اصلی تبدیل شدند. راست‌ها به مداخله گسترده دولت در اقتصاد باور نداشتند و با اقداماتی مانند اصلاحات ارزی، سهمیه بندی کالاها و دولتی شدن تجارت داخلی مخالف بودند و در مقابل چپ‌ها شعارهای برابری طلبی و عدالت محوری می‌دادند. در انتخابات ریاست جمهوری آن سال راست‌ها از محمدعلی رجایی حمایت کردند، هرچند سایر نامزدها شامل سید علی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب الله عسکرولادی هر سه نامزدهای حزب جمهوری اسلامی بودند. در نهایت هم رجایی با 90% آرا برابر با 12 میلیون و 770 هزار رأی پیروز شد. انتخابات ریاست جمهوری دوم اولین انتخاباتی بود که شورای نگهبان مسئولیت بررسی صلاحیت‌ها را داشت و از میان 71 نامزد 67 نفر رد صلاحیت شدند و تنها 4 نفر باقی ماند. با شهادت رجایی و نخست وزیرش باهنر در 10 مهر سال 60 بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در این انتخابات آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر پرورش، حسن غفوری فرد و رضا زوارعی با یکدیگر رقابت کردند که آیت الله خامنه ای با 95% آرا یعنی 15 میلیون و 905 هزار رأی انتخاب شد. در 26 فروردین سال 63 در میانه جنگ تحمیلی دومین انتخابات مجلس برگزار شد. جناح راست قدرت را در این مجلس در اختیار داشت و بار دیگر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شد و محمد یزدی، مهدی کروبی و محمد مهدی ربانی املشی نائب رئیسان مجلس دوم شدند. نکته جالب درباره انتخابات این دوره مجلس، شورش هواداران سید محمدعلی زابلی یکی از رد صلاحیت شدگان انتخابات بود. علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان وزیر کشور بود در خاطرات خود نوشته برخی از سیستانی ها شورش کرده و دفتر امام جمعه را آتش زدند و سپس به طرف استانداری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. او در نهایت توضیح داده که این موضوع با اعزام آقایان فلاحیان، آخوندی و شمخانی به سیستان و در نهایت دستگیری محمد علی زابلی خاتمه یافت. در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر آیت الله خامنه ای اکثریت آرا را کسب کرد. در این انتخابات حبیب الله عسکرولادی و سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی حضور داشتند. مهدی بازرگان هم نامزد شد که شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سید جوادی، سید محمد موسوی خوئینی ها، محمد مهدی عبد خدایی دبیر کل فدایان اسلام و بابک زهرایی رهبر حزب کارگران سوسیالیست هم صلاحیتشان تایید نشد.